خبر پزشک مشهور فرانسوی از زمان پایان ویروس کرونا. Alors, l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous, l'épidémie est en... تمدید مرخصی کارکنان ملکی در کابل. تأثیرات منع گشت و گذار در کابل بالای آلودگی هوا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل 3 هفته دیگر تمدید شد. اطلاعات روز. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که مرخصی کارکنان خدمات ملکی در ولایت کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شده است. در خبرنامه که امروز 5 شنبه 28 عمل از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر رسیده آمده است که تصمیم تمدید مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. به نقل از خبرنامه، این تصمیم شامل کارکنان زنان باردار در ادارات وزارت صحت عامه در کابل و ولایات نیز می شود. در خبرنامه اما تاکید شده است که رئیسان و رئیسان عمومی وزارتخانه ها و ادارات دولتی برای عرضه خدمات ضروری شامل از این تصمیم مستثناند. آنها مکلف شدند که به محل کارشان حضور یابند. همچنان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که کارکنان وزارت و اداره های دولت که وظایفشان برای عرضه خدمات ضروری تشخیص می شود نیز مکلفند که به محل کارشان حاضر شوند. با این حال این کمیسیون به کارکنان خدمات ملکی هشدار داده است که از سفرهای غیر ضروری و غیر رسمی به ولایات خودداری کنند. در خبرنامه آن تاکید شده است که در صورت سرپیچی از این موضوع کارکنان خدمات ملکی مورد تعدیب قرار خواهند گرفت. حدود 3 هفته پیش جمعه 8 عمل کابینه حکومت تر قرنطینه کابل را تصویب کرد. مطابق این طرح تمام ادارات دولتی به استثناء ادارات محلی، مرکزی و ولسوالی ها و نواحی کابل، وزارت صحت عامه و نهادهای عرضه خدمات صحی، شهرداری کابل و شماری از ادارات دیگر تاثیرگذار در مورد مبارزه با کرونا برای 3 هفته تعطیل شد. پزشک مشهور فرانسوی: کرونا تا پایان بهار از بین می رود. دیدی راول هفته گذشته آخرین نتیجه تحقیقاتش را با امانوئل مکرون در میان گذاشت. بنابر اعلام رسانه های محلی در مارسی، یک پزشک مشهور فرانسوی اظهارات در مورد ویروس کرونا انجام داده که برخی آن را بسیار خوشبینانه دانستند. دیدی راول که در هفته های گذشته از کنترل کرونا در شهر مارسی سخن گفته بود، اکنون می گوید که بیماری کووید-19 تا پایان بهار از بین می رود. راول با انتشار ویدئوی در صفحه تویتر خود گفت: در شهر مارسی اپیدمی از بین رفته است. احتمال زیاد وجود دارد که ویروس تا پایان بهار به صورت کامل ناپدید شود. این اتفاق پیشتر در مورد دیگر ویروس هایی که بیماری حاد تنفسی ایجاد می کنند هم رخ داده است. این پزشک مشهور فرانسوی هفته گذشته با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار داشت و دستاوردهای پزشکی خود برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا را برای او تشریح کرد. او برای درمان بیماران از ترکیب از هیدروکسیکلورکین و آزومترکین استفاده می کند. دیدی راول می گوید 2628 نفر با این پروتکل تحت درمان قرار گرفتند و تعداد بیماران فوت شده تنها 0.5% بوده که نتیجه شگفت آور در سطح جهان است. راول که رئیس بخش عفونی بیمارستان مارسی فرانسه است، نخستین کسی بود که در مورد کارایی هیدروکسیکلورکین و آزومترکین برای درمان این ویروس عالمگیر صحبت کرد. کاهش آلودگی هوا در پی وضع محدودیت بر گشت و گذار در کابل.
اداره ملی نگهداری از محیط زیست می گوید که در پی تغییر فصل و وضع محدودیت بر گشت و گذار در کابل، آلودگی هوا این شهر را از اندازه استاندارد آن فوق العاده پایین آمده است. عزت الله صدیقی معین فنی این نهاد می گوید که آنان در 16 روز گذشته مرتبطند با دستگاه‌های سیار سنجش کیفیت هوا، هوای کابل را آزمایش کردند. دستگاه‌های سیار اداره ملی نگهداری از محیط زیست در 16 ناحیه شهر کابل نصب شدند و توسط آنها چگونگی کیفیت هوای کابل آزمایش می‌شود. بر بنیاد ارزیابی اداره ملی نگهداری از محیط زیست، هوای کابل برای 3 تا 5 ماه تا پایان ماه حوت سال 1398 به شدت آلوده بود. استاندارد برای نایتروژن دای اکساید 80 است. اما آمارهایی که ما از ناحیه های شهر کابل گرفتیم 20, 48, 14, 21, 22, 31, 74, 11, 73, 75, 39, 34, 69, 66, 44, 71 و 31 است و به همین ترتیب به ما نشان داده است و آمارهای از گاز اوزون هم همین گونه است. در کابل از 20 روز بدین سو برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا محدودیت گشت و گذار وضع شده است. کابل در روزهای اخیر گواه بارندگی های پیهن نیز بوده است. بارش باران ها نیز بر پاکی هوای این شهر تاثیر داشته است. هوای پاک این روزهای کابل دست کم در 5 سال گذشته کم تر دیده شده است. هوای کابل در زمستان ها بیش از اندازه آلوده می شود. در زمستان سال گذشته نیز هوای کابل به اندازه آلوده شده بود که شهرداری کابل و وزارت داخله مجبور شدند سوختاندن مواد دودزا در سالن‌های عروسی، شرکت‌های تولیدی و عمام‌ها را ممنوع کنند. کابل در حدود 6 میلیون نفوذ دارد و آنان معمولاً در زمستان برای گرم نگه داشتن خانه‌هایشان از زغال سنگ، پلاستیک و مواد دودزای دیگر آتش می‌کنند. شهروندان کشور از حکومت می‌خواهند که راهکاری را روی دست گیرند که هوای کابل برای همیشه پاک باشد. میرویس یکی از باشندگان کابل گفت آب و هوا پاک و صاف شده است زیرا موترهای زیاد مثل روزهای عادی در شهر رفت آمد نمی کنند و خاک و آلودگی نیز نیست. رحمت الله سنجر باشنده دیگر کابل نیز افزود در سابق که از خانه بیرون می شدیم هوا بسیار آلوده بود. موترها زیاد دود تولید می کردند. در خانه ها بخاری ها بودند که زغال و سنگ می سوختاندند. بر بنیاد آمارهای وزارت ترانسپورت روزانه 400 هزار وسایل نقلیه در شهر کابل رفت آمد می کنند. اما در روزهایی که محدودیت گشت و گذار وضع شده است تنها 5% این وسایل گشت و گذار دارند. علی سینا ساید سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت اکنون گشت و گذار 3-5% وسایل در شهر کابل صورت می گیرد که آن هم موترهای دولت می باشد یا هم بیماران را انتقال می دهند یا هم موترهایی که برای سایر مسائل ضروری در شهر کابل کار گرفته می شوند. سال هاست که کابل از آلوده ترین شهرهای جهان شمرده می شود و با آغاز سردی هوا تنفس هوای کابل غیر بهداشتی گزارش می شد. در این حال وزارت صحت می گوید بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا جوانانند. وزارت صحت اعلام کرده است که از مجموع 840 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور بیشترشان جوانان بین سنین 20 تا 29 سالند. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت آمه امروز 5 شنبه 28 عمل در یک نشست خبری با اعلام آمار جدید مبتلایان به ویروس کرونا گفت که 265 نفر از 840 بیمار مبتلا به ویروس کرونا تا کنون از سوی این وزارت شناسایی شده در بین سنین 20 تا 29 قرار دارند. او افزود که 331 بیمار دیگر از مجموع مبتلایان به ویروس کرونا 30 تا 39 سال دارند و 130 نفر دیگر این بیماران 40 تا 49 سال دارند. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه 7 کودک زیر 9 سال نیز به بیماری کرونا مبتلا شدند و بقیه بیماران از 50 تا بالای 80 سال عمر دارند. به گفته او 74.3% از شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور را مردان
و 25.7% دیگر را زنان تشکیل می دهند. وحید الله مایار گفت که از 840 فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور تا کنون 30 نفر جانشان را از دست دادند که شامل 11 تن در کابل، 6 تن در هرات، 4 تن در بلخ، 3 تن در ننگرهار، 2 تن در تخار، 1 تن در ولایت های غزنی، لوگر، دایکندی و بغلان می شود. پیش از این پژوهش ها در دیگر کشورها نشان داده بود که بزرگسالان نسبت به جوانان و کودکان بیشتر در معرض این ویروس هستند و از آن آسیب بیشتر می‌بینند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار.